سلام، این برنامه چطور از قدرت ضمیر ناخودآگاه برای موفق شدن استفاده کنیم؟ نویسنده فهیمه رزمی. ضمیر ناخودآگاه بخشی از ذهن ماست که بسیاری از تصمیم‌های خودکار و برداشت‌های ما در اونجا شکل می‌گیره. روانشناسان ضمیر ناخودآگاه رو سرچشمه خلاقیت، اندیشه‌ها و احساسات شهودی، الهام و بیداری معنوی می‌دونن. خیلی‌ها بر این باورن که هر شخص می‌تونه از ضمیر خودآگاه خودش برای ایجاد تغییر در ضمیر ناخودآگاهش استفاده کنه و اونا به تغییر قابل ملاحظه‌ای در زندگی شخصی خودش تبدیل کنه. به بیان ساده‌تر، اگه می‌خواید دستاوردهای بیشتری داشته باشین، مثل پول، چشم‌انداز شغلی یا فرصت‌های دیگه، باید خودتون رو ارتقا بدین. زمانی که یاد بگیرین چطور طرز تفکر خودتون رو تغییر بدین و به قدرت ضمیر ناخودآگاهتون مسلط بشین، زندگی شادتر و موفق‌تری خواهید داشت. بخش اول، تغییر ضمیر خودآگاه. 1. اندیشه‌های اکتسابی شک و تردید نسبت به خودتون رو شناسایی کنین. هر زمان که دیدین نسبت به خودتون یا تواناییتون احساس منفی دارین، یک گام به عقب برگردین و درباره این موضوع فکر کنین. از خودتون بپرسین چه دلیلی وجود داره که باعث بشه در این کار موفق نشین و به زودی متوجه این امر میشین که داشتن این افکار مشکوک نسبت به خودتون هیچ پایه و اساس واقعی نداره. تا زمانی که تلاش نکردین، هیچ وقت متوجه موفقیت یا عدم اون نمیشین. به چشم یک تجربه به اون نگاه کنین. 2. مثبت فکر کنین. نقاط قوت، استعدادها و توانایی‌های هر فرد رو به رسمیت بشناسین، از جمله خودتونو. به جای انگشت گذاشتن روی خطاها یا نقاط ضعفتون، تلاش کنین تا اون چه که قابل تغییره رو شناسایی کنین. یاد بگیرید که وقتی با خودتون صحبت می‌کنید مثبت باشین. یه روش خوب برای شروع تفکر مثبت‌تر اینه که چیزایی رو که در مورد خودتون به هیچ کس نمیگین، به خودتونم نگین. هر زمان که یک فکر منفی به ذهنتون وارد شد، تلاش کنید تا با قدردانی از یک نکته خوب درباره خودتون به اون پاسخ بدین. 3. روش رسیدن به اهدافتون رو تغییر بدین. با خودتون درباره امیدها و آرزوهایتون رک و صریح باشین. مطمئن باشین که نتایج هدف شما رو میشه اندازه گرفت. در آخر باید بفهمید که به هدفتون رسیدین یا نه. با داشتن هدفی که به آسونی قابل دستیابی نیست، خودتون رو برای شکست آماده نکنین. مطمئن بشین که هدف شما چیزیه که از نظر منطقی و با توجه به دانش و مهارت فعلیتون دیر یا زود به اون دست پیدا می‌کنین. مطمئن بشین که هدف شما یک نقطه پایان داره و مجموعه‌ای از فعالیت‌های بی‌پایان نیست. باز هم مهمه که بدونین آیا در پایان به هدفتون می‌رسین یا نه. ساختار هدف شما باید یک بازه زمانی واقع‌بینانه داشته باشه. بازه زمانی باید به اندازه کافی واقعی باشه تا اجازه انجام کار لازم رو به شما بده. همچنین داشتن حس فوریت و ضرورت اون مانع به تعویق انداختن‌های بی‌پایان از جانب شما میشه. بخش دوم، تغییر ضمیر ناخودآگاه. 1. ذهن خودتون رو تغییر بدین تا جهان شما تغییر کنه. بیشتر اتفاقات روزانه به طور مطلق خوب یا بد نیستن، اما اگه ضمیر ناخودآگاهتون شما رو وادار کنه تا خلق و خوی بدی داشته باشین، احتمالاً اون اتفاقات مثل باری بر دوش شما سنگینی می‌کنه. عکس این داستانم صادقه. اگه ضمیر ناخودآگاه شما رو برای داشتن خلق و خوی مثبت آماده کنه، احتمالاً ناخوشایندترین اتفاقات رو هم صرفاً به چشم یک دردسر معمولی می‌بینید. 2. عادت‌های قدیم خودتون رو کنار بذارید. حتی تغییرات کوچیک در دوران زندگی روزمره میتونه تأثیرات زیادی بر تعامل شما با جهان اطرافیانتون داشته باشه. شما ضمیر ناخودآگاهتون رو وادار به داشتن تعامل بیشتر با محیط می‌کنید، که این کار سرانجام موجب انجام ذهن برای تمرکز بر اهداف و تعامل با اون میشه. سعی کنید هر از گاهی از مسیر دیگه‌ای به خونه برین یا هنگام برگشت به خونه روال کارهای خودتون رو تغییر بدین. تغییرات کوچک از این قبیل موجب تغییرات بزرگی در نحوه تعامل ضمیر ناخودآگاه شما با محیط اطراف میشه. 3. پذیرای افکار جدید باشین. به عنوان مثال شاید بخواید وارد زمینه کاری جدیدی بشین، اما توانایی برقراری هیچ گونه ارتباطی با رئیس خودتون رو ندارین. به جای هراس از ارتباط با کسی که به شما در رسیدن به رویاهاتون کمک میکنه، خودتون رو وادار به صحبت با اون کنین. از خونه خارج بشین و در مناسبت‌های جمعی شرکت کنین. این کار موجب فراهم شدن فرصت‌های جدید برای شما میشه، یا حداقل اینکه طرز فکر شما درباره ارتباطات و نحوه دنبال کردن فرصت‌های شغلی رو تغییر میده. بخش سوم،
ایجاد تغییرات در زندگی. 1. بدانید که چه می‌خواهید. به جای اینکه فقط در آرزوی یک نویسنده مشهور جهان شدن باشین، خودتون رو وقف نوشتن یک کتاب کنید. سعی کنید بهترین کتابی باشه که میتونستین بنویسین و تمام وقت خودتون رو به اتمام این پروژه اختصاص بدین. نتایج مورد نظر رو برای خودتون به شکل یک شعار یا سرود در بیارین و مرتباً تکرار کنید تا در مسیر رسیدن به هدف خودتون باقی بمونین. هر زمان که نسبت به خودتون یا تواناییتون دچار شک و تردید شدین، شعار خودتون رو تکرار کنین تا توجه شما به سمت اهدافتون برگرده. 2. انرژی خودتون رو متمرکز کنین. بعضی از کارشناسان اظهار میکنن ضمیر ناخودآگاه تنها در صورتی میتونه رفتارها و الگوهای رفتاری مشکل ساز و از بین ببره که شما اشتیاق لازم برای هدفتون رو داشته باشین و بخش اعظم زمان و انرژی خودتون رو صرف اندیشیدن درباره تواناییتون برای رسیدن به اون هدف کنین. با مثال انتشار یک کتاب ادامه میدیم. کتاب رو توی دستان یک خواننده تجسم کنین یا نسخه خطی کتاب رو در دستان یک ناشر که تحت تاثیر اون قرار گرفته تصور کنین. تصور کردن موفقیت به شما اطمینان لازم رو میده تا صرف نظر از زمینه‌ای که در اون مشغول به کار هستین، عمل کرده بهتری داشته باشین. 3. برای رسیدن به هدفتون تلاش کنین. به عنوان مثال، به جای شک و تردید درباره این موضوع که آیا اصلاً کتاب شما منتشر میشه یا نه، منتقد درونی خودتون رو ساکت کنین و حس اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنین. حالا شما نیاز دارید تا واقعاً نسخه خطی کتاب خودتون رو بنویسین. بدون اقدام و عمل تنها با افکار پوچ و واهی خودتون باقی میمونید. درسته که اهمیت داره، اما تا زمانی که با تلاش و عمل ترکیب نشه کافی نیست.